باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در گزارش سالانه خود در کنگره خواستار همکاری جمهوری خواهان در به اجرا گذاشتن اصلاحات قوانین مالیاتی شد. سخنرانی آقای اوباما از سوی حزب جمهوری خواه و اعضای جنبش تی پارتی به دقت زیر نظر گرفته شد. وی در بخشی از سخنانش که مدام مورد تشویق سناتورها قرار می گرفت خاطرنشان ساخت این کار ناتمام ماست که اطمینان یابیم این دولت از سوی بسیاری و نه شمار کمی کار می کند. همچنین رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در گزارش خود یادآور شد. امشب اجازه دهید اعلام کنم در میان ملت ثروتمند این کره خاکی کسی که تمام وقت کار می‌کند نباید در فقر به سر ببرد. بر اساس افزایش حداقل دستمزدها در ازای هر ساعت کار 9 دلار پرداخت می‌شود. ما باید قادر باشیم که این کار را صورت دهیم. آقای اوباما همچنین به جنگ افغانستان و بازگشت نیروهای نظامی ایالات متحده به خانه اشاره کرد. وی گفت امشب من میتوانم اعلام کنم که در سال آینده 34,000 سرباز آمریکایی دیگر از افغانستان به خانه باز میگردند. طرح کاستن از شمار نظامیان ادامه مییابد و در پایان سال آینده جنگ ما در افغانستان به پایان خواهد رسید. موضوع داغ دیگری که در این سخنرانی به آن پرداخته شد مسئله کنترل بیشتر آزادی خرید و حمل سلاح گرم بود. آقای اوباما در حالی به موضوع ضرورت رأی دادن به قوانین تازه اشاره کرد که برخی از والدین کودکان جان باخته بر اثر تیراندازی نیز از مدعوین کنگره بودند. رئیس جمهوری آمریکا با برشمردن نام برخی از شهرهایی که در آن بر اثر حادثه تیراندازی فاجعه رخ داده تأکید کرد که خانواده‌های ساکن این شهرها شایسته یک رأی ساده هستند.